فرانس مسلر یک پزشک آلمانی بود که اعتقاد داشت با در واقع آهن ربا ما میتونیم بیمارانی که دچار مشکلات روانی هستن رو شفا بدیم. این اعتقاد اون هم از اینجا شکل گرفته بود که دیده بود زمانی که انسانها دچار یک سری بیماری های روانی مثل هیستریا میشن، علائمی از قبیل کوری و فلجی رو بدون این که یک عامل زیستی درش باشه نشون میدن. در نتیجه اون سعی کرد که با آهن ربا اینا رو بیاد شفا بده، که اون موقع خیلی هم مشهور شده بود در واقع، و علتی هم که فکر میکرد که آهنربا میتونه در واقع منجر به شفای این بیماران بشه این بود که اعتقاد داشت که تمامی موجودات زنده و حیوانات و انسانها دارای یک چیزی درون خودشون هستن به نام مغناطیس حیوانی، و این فکر میکرد که با آهنربا من میتونم این مغناطیس حیوانی رو در واقع متعادل بکنم یا قدرتش رو کم و زیاد بکنم که منجر به درمان بشه. در واقع توی این در واقع مطالعات و درمانهایی که مسمر انجام میداد متوجه شده بود که زمانی که من میام از این آهنربا استفاده میکنم و تفکر و نظر و یا توجه بیمار رو به یک سمت خاصی که اینجا آهنربا باشه در واقع جلب میکنم، میتونم دستورات تلقینی بهش بدم که باعث میشه که این فرد اونها رو اجرا بکنه و دیگه اون رفتار قدیمی رو از خودش نشون نده، که این نوع درمان به مسمریزم معروف شد که بعدها یک در واقع پزشک اسکاتلندی، یک دکتر اسکاتلندی به نام جیمز برید همین نوع درمان رو شروع کرد روش کار کردن، بست و توسعهش داد و اومد از تلقین استفاده کرد، اما اون عامل آهنربا رو حذف کرد و هیپنوتیزم رو به وجود آورد.